درود میگم به همه فارسی زبانان در سراسر گیتی که بیننده برنامه های هفتگی جنبش رنسانس ایرانی هستند و همینطور درود و خوش آمد میگم به دکتر آرتمیس اهور. سپاس و درود بر شما بانو افسانه گرامی و بر همه بینندگان و شنوندگان برنامه های جنبش رنسانس ایرانی. خواهش میکنم بانو آرتمیس، جستار امشب درباره استراتژی دولت‌های به اصطلاح دموکراتیک برای ساکت کردن مخالفانشون در جهان هست. خواستیم نظر شما رو در این باره امشب با بیننده عزیز بشنویم. در خدمت. سپاسگزارم ازتون بانو افسانه گرامی. خب همون جوری که خب هممون میدونیم این موضوع خیلی مهمی است این روزا، به خصوص با این اتفاقات اخیری که افتاد در آمریکا و ریختن تو خونه پرزیدنت سابق آمریکا و به اسم این که اسناد و مدارکی در خونش داره. حالا به اونجا میرسیم که چقدر چنین ادعایی میتونه خنده‌دار باشه، برای اینکه واقعا در همه دنیا دیگه عهد و عصر کارتون‌های مدرک گذشته. یعنی امروزه در حتی کشورهای عقب مونده جهان دیگه چیزی تحت عنوان نمیدونم اینترنت و دیتاهای الکترونیک و USB های کوچیک و این حرفاست، هارد درایو ها و اینهاست و چنین ادعاهایی در دنیا امروز واقعا خیلی خنده داره که مثلا یک اطلاعات یا مثلا سازمان امنیت یک کشوری بیان و یه عملیات نظامی انجام بدن و بریزن از در دیوار خونه مردم تو و بعد برن کارتون مثلا مدارک بردارن از خونه کسی و بیان بگن که این مدارک رو این مثلا فرد دزدیده از دولت آورده و این حرفایی که دیگه در دنیا امروز خیلی خنده داره. ولی برای این موضوع امروز من این موضوع رو در نظر گرفتم که ببینیم در همین کشورهای به اصطلاح دموکراتیک، به ویژه در کشورهای غربی یا حتی مثلا در همون هندوستانی که ما در به اسم بزرگترین و پرجمعیت‌ترین دموکراسی جهان میشناسیم، ببینیم دولت‌هایی که بر سر کار هستن در چند دهه اخیر دارن چه کارهایی میکنن و چگونه در واقع دارن صداهای مخالف خودشون رو ساکت میکنن، با توجه به میتونیم بگیم که استراتژی‌ها و تکنیک‌ها و روش‌ها و شیوه‌های جدید در این کار. یکی از چیزهایی که به ویژه امروزه خیلی ما دربارش میشنویم اینه که وضعیت آزادی در جهان به ویژه در میتونیم بگیم که از 2000 سال 2000 به بعد در هزاره سوم بسیار داره بدتر میشه. در واقع ارزیابی سالانه کشور به کشور نشون داده که بازیگران در واقع اتوریتریان یا کسانی که اقتدارگرا هستند در واقع در طول دو دهه اخیر خیلی آشکارتر شده و خیلی خفه کردن صداهای مخالف در جهان بیشتر شده به نسبت اواخر قرن بیستم. یعنی شاید از بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون این اندازه که امروز در جهان صداهای گوناگون داره، صداهای مخالف دولت‌ها به ویژه در کشورهایی که داعیه دموکراسی و داعیه آرای همگان، صدای همگان، نظر همگان رو دارن، خیلی بیشتر شده، خفقان بیشتر شده و به نظر میرسه که در 15 سال گذشته به طور مداوم آمار یا به اصطلاح جدول‌هایی که فاکتورهای آزادی رو در کشورهای گوناگون نشون میده داره نشون میده که وضع آزادی در کشورهای گوناگون داره هی بدتر و بدتر میشه و کاهش آزادی‌های افراد رو در جهان میبینید. این گزارش ها در واقع نشون میده که سهم کشورهای غیر آزاد در واقع به بالاترین حد خودش میتونیم بگیم از زمان آغاز وخامت دموکراسی در سال 2006 به این سو بوده. کشورهایی که در حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی همیشه مدعی بودن آزادی‌هاشون خیلی کاهش یافته و در واقع امتیاز آزادی
آزادی در 73 کشور جهان که میتونیم بگیم 75% جمعیت جهان رو تشکیل میدن نشون داده شده که کاهش یافته. بنابراین 75% مردم جهان با کاهش آزادی، حالا این آزادی بیان، آزادی ابراز عقیده است، آزادی رأی دهیشونه، آزادی رسانه های گوناگونی است که دست افراد حقیقی و حقوقی جامعه است، نه زمامداران به اصطلاح زر و زور، و همه اینها نشون داده کاهش یافته. در کشورهایی مانند چین، در ونزوئلا، در یک سری از کشورهایی که میتونیم بگیم مثل همین اوکراین که دیدیم که رئیس جمهور اوکراین مخالفین خودشو مثلا به زندان انداخت، در حتی بلاروس و در کشورهایی که دموکراسی های آشفته ای دارن مانند خود همین آمریکا و هندوستان، ما میبینیم که این اتفاق به شدت داره افزایش پیدا میکنه. در یکی از مهمترین تحولات سال، وضعیت هند از آزاد به تا حدی آزاد به نظر میرسه که تغییر یافته، به این معنی که اکنون کمتر از 20% مردم جهان در یک کشور آزاد زندگی میکنن که کمترین نسبتی رو داره در واقع از آزادی های خودش در همه سالها. حقوق سیاسی و آزادی های مدنی هندی ها نشون داده شده در حال کاهشه. از زمانی که نارندرا مودی در واقع در 1995 به نخست وزیری رسید تا سال 2014 میتونیم بگیم که دولت هند میشه گفت افزایش فشار داشته بر سازمان‌های گوناگون، حالا آزادی‌خواه کشور هند، و دانشگاهیان رو شروع کرده به یه مقدار بیشتری میشه گفت ترساندن و روزنامه‌نگاران رو ترساندن و حملات متعصبانه بین ادیان گوناگون و قوم‌های گوناگون و بخش‌های طبقات گوناگون هند به همدیگه افزایش پیدا کرده و میشه گفتش که این در واقع بعد از انتخاب مجدد همین ناندرا مودی در سال 2019 میتونیم بگیم که عمیق‌تر هم شده و واکنش دولت به همه‌گیری ویروس کرونا به ویژه در سال 2020 باعث نقض بیشتر حقوق اساسی مردم هند شد. خب آنچه که ما داریم در مورد هندوستان میبینیم اینه که یک تغییر گسترده تری در واقع در توازن بین المللی بین آزادی خواهی مردم یا کشورهایی که به هر حال یه جورایی داعیه آزادی خواهی و آزاد بودن رو داشتن و حالتهایی از استبداد به نظر میرسه در سطح جهان این اتفاق افتاده، به طوری که ما میبینیم که این افرادی که در کشورهای گوناگون، حتی در کشورهایی که بهتون میگم نامشون هست کشورهای دموکراتیک، افرادی که اقتدارگرا هستن یا دستهای پشت پردهی که با عوامل روی پردهشون یا جلوی چشمشون دارن موازنه ها رو در اینجور کشورهای دموکراتیک تعیین میکنن، میبینیم که از مسئولیت های خودشون، مثلا پشت پرده بودن یا کورپوریشن اقتصادی بودن یا افرادی که توی غیر سیاست هستن، دارن از مسئولیت های پشت پرده خودشون به صورت در سایه یا در شادو بودن استفاده میکنن و با استفاده از قوانین همون کشور و بازی با قوانین کشور یک جورهایی استفاده میکنن برای تحکیم قدرت یا سرکوب مخالف فان خودشون که صدای بخش‌های دیگری از جامعه هستند غیر از اون حزب حاکم یا غیر از اون قدرت حاکم.
به عنوان مثال ما داریم میبینیم که در هنگ کنگ اعتراضات گسترده‌ای که مردم میکردن برای اینکه به عنوان مثال چین نیاد و هنگ کنگ رو برگردونه به سرزمین مادری، خب اعتراض میکردن برای که 99 سال بود، 90 سال، 99 سال هنگ کنگ در آزادی به سر برد، نه در سیستم کمونیستی، و خب برای کشوری که چند نسلش توی حالت بازار آزاد یا یک کشور حالت کاپیتالیست به دنیا آمده بودن و بزرگ شده بودن، سخت بود تا دوباره به سیستم اقتدار تک حزبی کمونیستی مانند سرزمین اصلی برگردن. این اعتراضات و به اصطلاح خیزش هایی که مردم میکردن توسط دولت مرکزی چین با سرکوب وحشیانه مواجه شد و انتقادات بین المللی رو هم دیدیم که به راحتی نادیده گرفتن. حمله نظامی رژیم آذربایجان، رژیم جعلی، در واقع حکومت جعلی آذربایجان به قره‌باغ در ارمنستان، به طور غیر مستقیم دیدیم که دستاوردهای آزادی خواهانه و میشه گفتش که کشور همسایه رو کاملا ارمنستان رو تهدید کرد، در حالی که هیچ کس در جهان صداش هم در نیومد. از سوی دیگه میبینیم که مثلا درگیری های مسلحانه در منطقه تیگری اتیوپی یه امیدی رو برای گشایش های سیاسی و گشایش های حالت آزمایشی در حالت گشایش های سیاسی، آزادی های سیاسی به صورت آزمایشی داشت انجام میداد، در سال 2018 دیدین که بین برد و مردم رو در اتیوپی هم سرکوب کردن. در بلاروس هم همین گونه، خب با پشتیبانی روسیه، در هنگ کنگ با پشتیبانی پکن یعنی چاینا، و در ترکیه با همکاری دولت ترکیه دیدیم آذربایجان این کارها رو کرد، و رهبر اتیوپی هم که ما دیدیم که از اریتره حمایت کرد، و در واقع همه اینها یک نوع نشون داره میده که علیه فعالیت های آزادی خواهانه مردم جهان حتی دولت ها و کشورهایی که اسمشون میتونه باشه داعیه آزاد بودن یا دموکراتیک بودن یا اجازه بدن همه مردم رأیشون رو بدن، همه حرفشون رو بزنن، صدا داشته باشن، هم وجود نداره. در واقع میتونیم بگیم که نفوذی که دارن این گونه کشورها در جهان، این گونه دولت‌های اتوریتریان، شاید بشه گفت حتی استبدادی، در جهان دارن پیدا میکنن خیلی خیلی جدی است خطرشون. به طور مثال علاوه بر این اتفاقی که برای هنگ کنگ افتاد که چین به شدت سرکوب کرد، درباره شیوع کرونا هم دیدین که چگونه چین به جهان دروغ گفت و برای مقابله با پیامدهای سرپوش گذاشتنش بر ویروس کرونا و دروغهایی که گفتن در مورد اینکه این ویروس از مثلا خفاش اومده و در چین کشته زیادی نداده و امثال هم، دیدین که واکنش جهان هیچ گونه تیر تقصیر یا به اصطلاح اشاره‌ای به سوی چین نگره، و حتی سازمان بهداشت جهانی پشتیبانی کرد از دروغ‌هایی که چین و سایر کشورهای دستن در کار گسترش، تولید و بیرون دادن و گسترش ویروس کرونا داشتن، هیچ کس هیچ حرفی نزد و سانسور شد تمام سخنانی که علیه چین یا علیه ویروس کرونا یا آزمایشگاهی بودنش و امثال هم گفته شد در انواع اقسام رسانه ها و سایت های بین المللی یا سایت های گوناگون در کشورهای جهان می دیدیم.
برای همین میبینیم که نهادهایی مثل شورای مثلا حقوق بشر سازمان ملل و یا مثلا سازمان بهداشت جهانی و امثال اون میبینیم که نفوذ فزاینده کشورهای مانند چین در اینها خیلی زیاده و در این حال نفوذ دستهای گلوبالیستی خیلی زیاده برای خفه کردن صدای عموم مردم جهان غیر از صداهایی که خودشون میخوان در جهان شنیده بشه و پخش بشه. و دیدیم که استانداردهای حقوق بشر چگونه زیر پا گذاشته شد، اما هیچ مجازاتی هم برای اینها در نظر گرفته نشد و کسی هم دخالتی نکرد. و با همه زیر پا گذاشتن حقوق بشر در نمونه هایی که بهتون گفتم، هیچ مجازاتی در مورد این کشورها اعمال نشد و در نتیجه یک دستهای پشت پرده و اتحادهایی خودکامه در جهان شروع کرده به ترویج یافتن. حالا ما ببینیم روش‌ها و استراتژی‌های مختلفی که دولت‌هایی که نامشون هست دموکراتیک برای سرکوب آزادی بیان به کار می‌برن چه شیوه‌هایی هست. روش‌هایی که دولت‌ها برای حفظ قدرت در واقع به کار می‌برن و برای خفه کردن صدای مخالفانشون شامل استفاده قانونی، استفاده اجباری و استفاده بیش از حد از تبلیغات. روش‌های فراقانونی هم وجود داره، مثل توقیف روزنامه‌ها، بستن سایت‌ها، بستن اکانت مردم در شبکه‌های اجتماعی که کاملاً کار غیرقانونی و کاملاً مخالف آزادی‌های اولیه حقوق بشری هر انسان در جهان هست و توی قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک به وضوح بهش اشاره شده که حق هر انسانه. از طریق این در واقع روش‌های فراقانونی و شکستن معاهدات و غیره، مثلا فرض کنید وبسایت کسی رو بیارن پایین، سرویس دهی رو متوقف کنن، مثل کمپانی اپل که به شبکه اجتماعی گب یا تروت، از تروت که مال پرزیدنت ترامپ و گب که مال راستگرایان امریکاست و مسیحیان، در واقع اینها رو اپشون رو اجازه نمیده اصلا روی تلفن‌های اپل بگذارن و امثال هم در واقع نوعی شکستن معاهداتی است که اینها به صورت قانونی بایستی با تمام مردم آمریکا و آزادی بیان آمریکا و شبکه‌های اجتماعی داشته باشن و می‌بینین که خود اینها به راحتی به طور فراقانونی یا حتی میگم به صورت قانونی ازشون استفاده میکنن و سرکوب گفتار و افکار مردم رو موجب میشن. و در واقع محدود کردن حق فرد برای انتشار عقایدش در واقع نوعی سرکوبگری است در کشورهای دموکراتیک و به راحتی این با پنبه سربریدنه. من همیشه اینو گفتم تفاوتی که کشورهای غربی با کشورهایی که اسمشون نیست دموکراتیک هستن دارن، یعنی کشورهایی که به اصطلاح دموکراتیکن دارن، اینه که اینا با لبخند نیششون تا اینجا بازه و با پنبه سر شما رو میبرن. در کشورهایی که دایره دموکراسی ندارن، خب شما رو میگیرن بدون اینکه بهتون لبخند بزنن، وبسایتتون رو میبندن یا اینترنتتون یا شبکه‌ای که باید دسترسی داشته باشید رو فیلتر میکنن، کاری که کره شمالی میکنه، ایران میکنه، چین میکنه و بقیه کشورهای کمونیستی یا کشورهای دیکتاتوری در جهان. ولی اینها هم دارن همون کارو میکنن، فقط جوابگوی هیچ کس نیستن و کاملا بی سر و صدا صدای مخالفان و در واقع حق مردم رو محدود میکنن برای انتشار عقایدشون. از سوی دیگه جامعه باید از روش‌ها و شیوه‌های دیگه‌ای که همین اثر رو دارن و در کشورهای دموکراتیک استفاده میشن آگاه باشن.
امروزه دولت های دموکراتیک حتی دارن زمان، مکان و نحوه بیان شما رو تنظیم میکنن و میخوان کاری کنن که سخنان شما از نظر محتوا کاملا خونسا باشه. چگونه؟ به طور کلی ارگانهای دولتی یا همین شبکه‌های اجتماعی یا میدیایی که در اختیار دولته جوری دارن طراحی میکنن که فقط در خدمت صدای بخش به اصطلاح مورد نظر خودشون، حالا اگر که مثلا جبهه دموکرات حزب دموکرات هستن، صداهای غیر حزب دموکرات رو حذف میکنن، یا اگر که مثلا در گروه های مثلا دنبال LGBT هستند، سعی می کنن صداهایی که مخالف تبلیغات این چنینی هستند رو خفه کنن، یا از نظر آموزش در مدارس و دانشگاه ها و شستشوی مغزی که دارن میدن و کمرنگ کردن عرق ملی، میهن پرستی و حس ناسیونالیستی ملت، سعی میکنن سخنان بخش هایی که ناسیونالیستن یا میهن پرستن و عرق ملی دارن رو حذف بکنن. حذف پرچم، آتش زدن پرچم، فحاشی کردن بر و برچسب فاشیست زدن به افرادی که در این باره ها سخن میگن، اینا همه نمونه به ویژه لیبلینگ ریسیزم و نژاد پرستی به هر آن کس که میاد یک سخن کوتاه و کوچکی حتی بر مبنای حقایق و دانش میزنه، میخوان صداها رو خفه کنن. اگر به عنوان مثال در علم پزشکی ثابت شده که یک سری از بیماری ها در نژاد مثلا سیاه بیشتره، اگر شما فردا در یک برنامه تلویزیونی بیایید همچین چیزی رو بگید، سریع برنامه تلویزیونی شما رو قطع میکنن، شما رو از کار در دانشگاه بیرون میکنن، از کار در مؤسسه دولتی بیرون میکنن و سعی میکنن اگر در مدرسه و آموزش پرورش هستید شما رو بیرون میکنن. برای چی؟ برای اینکه با اینکه شما دارید یک حقیقت علمی رو میگید، ولی حتی برای شما مکان، زمان، گویش و هر آنچه که واقعیت داره رو باید تعیین بکنن که چه چیزهایی رو شما نتونید حتی بگید، حتی اگر که بر مبنای واقعیت و دانش باشه. مثلا شما بیاید امروز برید بگید آقا یک چیزی داریم به نام نقشه ذریب هوشی جهانی، روی گوگل اکسپلورر همه اون میتونیم بریم سرچ کنیم و ببینیم که نقشه آیکیو در کشورهای گوناگون جهان، میانگین آیکیوی کشورهای گوناگون جهان چنده. خب این یک تست علمی است، در همه جای جهان هم ما میدونیم چیزی به نام ذریب هوشی ثابت شده که وجود داره، یک عده باهوشان، یک عده پرهوشان، یک عده نابغه هستن، یک عده معمولی هستن، یک عده ممکنه کم هوش باشن، حتی برسه به اندازه‌ای که بره به سمت زیر هوش نرمال یک انسان نرمال. اما اگر شما در این باره در یک دانشگاه یا در یک بحث یا در یک تلویزیون یا یک در یک برنامه‌ای صحبت بکنید، شما رو اخراج میکنن. چرا که برمیگردن به شما میگن شما نژاد پرستید. یعنی حتی شما وقایع علمی رو اگر درباره‌اش صحبت بکنید به شما برچسب خواهند زد و صداتون رو میبندن. و برای همین میبینین که در واقع محتوای صحبت مردم به شدت کنترل میشه و جدیداً از دهه 90 یک واژه‌ای به نام پالیتیکلی کارکت رو که تا پیش از دهه 90 ما اصلا همچین واژه‌ای در جهان نداشتیم و مردم جهان واقعاً نمیدونستن همچین واژه‌ای وجود داره، همچین مفهومی وجود نداشت، اینکه شما ظاهراً درست حرف بزنید. یعنی حتی اگه شما باور ندارید یا حتی اگر که شما دارید یه حرفی رو میزنید، اینو با به اصطلاح کلمات، بازی با کلمات قشنگترش کنید یا ملایمترش کنید یا شکلش یه جوری بکنید که اون مفهوم اصلی اونقدر معلوم نباشه توی حرفتون، یا در واقع به نوعی ترویج دروغگویی و خلاف واقع‌گویی و در واقع پشت هم اندازی و سفسطه و مغلطه و حرف زدن خلاف واقع دادن در غرب و نوعی سانسور واقعیت هاست. برای اینکه کشورهایی که به اصطلاح دموکراتیکن و به اصطلاح
کشورهای به اصطلاح دموکراتیک غرب هستن، از سال 2019 محدودیت گذاشتن برای واژه‌هایی که اسمش هست fighting words یا کلمات مبارزه ای. این هم به سانسورهای دیگه علیه آزادی بیان اضافه شده. یعنی حتی شما اگر بیاید یک کلمه حرف بزنید مثلا در مورد خشونت اسلام یا در مورد مثلا نمیدونم مثلا شیوه رفتار غیر انسانی مثلا فرض کنید یک گروه مذهبی یا مثلا داعش یا این یا اون، میان و شما رو پیگیری قانونی میکنن و میخوان شما رو مجازات بکنن و بکشوننتون دادگاه و شما رو به غلط کردن به نوعی بندازن. چرا؟ برای اینکه میگن این واژه هایی که به کار میرین، مثلا اگه ما بگیم که فرض کنید به عنوان مثال دارم میگم، بگید که این مثلا آیین اهریمنی بیرحم آدم کش و میگن نه چرا این حرف رو زدین در مورد مثلا فرض کنید آیین اسلام، برای اینکه این به نوعی واژه ها یا کلمات مبارزه‌ای و جنگیه و اینها موجب به اصطلاح زیر پا گذاشتن حقوق بشر یا تجاوز به آزادی های عده دیگه میشه و میخوان بگن این کلمات ناقض صلحه یا از بین برنده صلحه، برای اینکه توجیه کنن که چرا شما نباید یک سری از واقعیاتی که مردم دارن امروز روز به چشم خودشون در همه سطح جهان میبینند رو نباید بگید. چرا نباید بگید؟ برای اینکه به شما برچسب میزنن که شما واژه هاتون خلاف صلحه و شورش ایجاد میکنه یا همون چیزی که جمهوری اسلامی بهش میگه تشویش اذهان عمومی. غرب هم عیناً همون رو از سال 2019 داره اجرا میکنه و به ویژه از دهه 90 میگم، یعنی به نوعی آغاز شده. همین پولیتیکلی کارکت رو آوردن که ظاهرا شما باید حرفتون درست باشه، حتی اگه شما باور ندارید جوری حرف نباید بزنید که ببرنتون دادگاه. بنابراین اینها مستقیما نقض حقوق بشر و مخالف قانون اساسی همین کشور آمریکاست که ما درش زندگی میکنیم و در همین کشور دقیقا داره انجام میشه. در واقع این من به اصطلاح بیل آف رایتس، حقوق قانون اساسی آمریکا یا به اصطلاح حقوق بشر، قوانین حقوق بشری در قانون اساسی آمریکا وسیله بوده برای کنترل کردن و چک کردن اینکه افراد به طور شخصی بتونن از اون استفاده بکنن و جلوی نقض شدن حقوق فردی خودشون رو بگیرن و در واقع از مردم آمریکا در برابر دولت فدرال و همه عوامل سرکوبگری که ممکن صداشون رو خفه بکنه در واقع حفاظت و نگهبانی کنند. در حالی که همین امروز همین قانون داره کاملا زیر پا گذاشته میشه و نشون میده که در واقع این جریانات اقتدارگرا یا جریاناتی که یک سویه میخوان در آمریکا یا در همه جای جهان صدای خودشونو فقط نشون بدن و پخش بکنن، چگونه دارن استفاده میکنن از همین قوانین بر علیه مردم و چگونه میپیچونن در واقع قوانینو، در واقع یه جورای آزادی های مردم رو میپیچونن و ازشون میگیرن. اما باید اینو ما بدونیم که ما هر جوری که شده نیاز داریم یک جهانی داشته باشیم که انسان‌ها بتونن درش حرف بزنن. جهانی که ما ایرانیان در 2000-3000 سال پیش داشتیم رو امروز در قرن 21 دارن از 75% مردم جهان میگیرن و محروم میکنن مردم رو از همون حقوقی که ما در 2000-3000 سال پیش داشتیم، یعنی اینکه آزادی باورهامون، آزادی بیانمون، محل زیستمون، شیوه زندگیمون، شغلی که دلمون میخواد انتخاب کنیم، جایی که میخوایم انتخاب کنیم و اجازه داشته باشیم که اندیشه خودمون رو به آگاهی دیگران برسونیم.
برسونیم، دقیقا تمام این چیزها رو دارن روز به روز از مردم جهان میگیرن. به طور کلی امتیاز کشور آمریکا در طی یک دهه گذشته 11 امتیاز از نظر کاهش آزادی بیان آمده پایین، از دست داده. و در واقع پس از 2020 در دورانی که بایدن به انتخابات در واقع در انتخابات حالا جعلی و تقلبی برنده شده یا به اصطلاح برندش کردن، میبینیم فقط 3 امتیاز در همین یک سال و نیم گذشته از نظر آزادی بیان کشور آمریکا کاهش یافته. یعنی در میشه گفت از 2020 به این سو. و این نه تنها در آمریکا بلکه در فرانسه و آلمان هم اتفاق افتاده، روی داده و میشه گفتش که این کشورها رو در کنار کشورهایی که نهادهای آزادی خواهانشون ضعیف‌ترن مثل رومانی و پاناما قرار داده. خیلی جالبه، آمریکا، فرانسه و آلمان از این نظر آمدن در رده رومانی و پاناما قرار گرفتن. خب حالا در اینجا براتون بگم که ببینیم ما در دورانی که ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ بود چه کاری انجام شد برای بازگرداندن یا برعکس کردن این روند کاهش آزادی های بیان در جامعه. نخستینش این بود که شاید نخستین رئیس جمهور آمریکا بوده که در تاریخ آمریکا درباره میدیای دروغساز آمریکا صحبت آشکار و بی پرده و غیر از به اصطلاح پولیتیکلی کارکت کرد و آمد و گفت مدیا اخبار جعلی و رسانه‌های مغرضی داره که همه رسانه‌های آمریکا در اختیار یا صاحبین 7-8 رسانه بزرگ غالب آمریکا صاحبینشون 2 نفر یا 3 نفر هستن و همه به طور هدفمند اهداف دست‌های پشت پرده رو دارن تامین می‌کنن و صدای اون جریان هستن. کار دیگه ای که کرد شفافیت هایی بود که ایجاد کرد در زمینه امور امنیتی کشور آمریکا. هنگامی که صحبت کرد که سیستم های امنیتی در آمریکا به نوعی دست نشونده شدن یا سرانشون رو از پیش افرادی رو گذاشتن که سیاست های خاصی رو برای منافع عده به خصوصی نه الزاماً منافع کشور آمریکا و مردم آمریکا دارن تامین میکنن و از سوی دیگه شفافیت هایی که ایجاد کرد در زمینه اوضاع امنیتی مرزها و اینکه جلوی ورود افراد غیرقانونی و مجرم رو به این کشور بگیره و مرزها رو امن بکنه و بازسازی کنه. مرزهایی که 70-80 سال هست در این کشور بازسازی نشده و یکی از مخالفین اصلیش هم خود دموکرات ها بودن و دیدیم که به تازگی حتی خود بایدن که اولین رأیی که داد پس از اینکه به ریاست جمهوری انتخاب شد گفت من 1 سانت دیگه از این دیوار مرزی رو نمیذارم بسازن، خودش در هفته پیش اعلام کرد باید این دیوار رو بسازیم و امنیت مرز از دست رفته، امنیت کشور از دست رفته. بنابراین این کارهایی که پرزیدنت ترامپ شروع کرد، آغاز کرد و ارتباط رویاروی و مستقیمش از طریق شبکه اجتماعی با مردم بدون نیاز به دست‌های واسطه میدیا و رسانه‌ها و خبرنگاران و رادیوها امثال هم موجب شد که مردم از یک سری از مطالبی آگاه شدن که تا کنون بهشون اطلاع داده نمی‌شد یا ازشون پوشانده بودن یا جور دیگری اطلاع داده بودن.
و بعد هم که دیدیم هنگامی که در انتخابات 2020-2021 تظاهرات گسترده‌ای شد که مسالمت‌آمیز هم بود، اما توسط عده‌ای مخصوص از گروه دموکرات‌ها به خشونت گروید و افرادی از درون اونها آمدن و شروع کردن به ایجاد وایولنت، و بعد هم دیدیم که شروع کردن به حمله به مغازه‌های گوناگون و در واقع غارت و آتش زدن پرچم آمریکا و روی پرچم آمریکا مثلا ادرار کردن و امثال هم و کارهای بسیار زشت دیگر، مثل پایین کشوندن مجسمه های پدران نویسنده قانون اساسی آمریکا و سازندگان نخستین آمریکا که بسیار افراد نابغه محترم و باهوشی بودند و در واقع این کشور را از هیچ ساختند و سیستم براش گذاشتند و به اینجا رسوندنش تا امروز، میبینیم که اینها کارهایی بود که علیه ملت میهن پرست یا علیه کسانی که به اصطلاح محافظه کار بودند و میخواستن این کشور در نظم و قانون اداره بشه انجام شد و چگونه به اصطلاح اعتراضات گسترده و مسالمت آمیز رو به خشونت کشوندن و بعد هم یک چیزی بوده 400-500 نفر رو به زندانهای انفرادی و زندانهایی که از حدود 2 سال خیلی از اونها در اونها وجود دارن هنوز و هیچ کس بهشون رسیدگی هم نکرده و دیگه صداشون هم در نمیارن. بنابراین میبینیم که در بحرانهای اخیر سیاسی در آمریکا و جهان نشون میده که اعتبار کشورهای دموکراتیک داره روز به روز میاد پایین‌تر، به ویژه اعتبار خود کشور آمریکا در خارج از کشور، در خارج از آمریکا آسیب بسیار جدی خورده به خاطر همین سرکوب‌ها، خفقان‌ها و جلوی آزادی بیان بخش بزرگی از جامعه رو گرفتن و حصر صداهای مخالف و بستن شبکه‌های اجتماعی مردم معمولی جامعه که صدای خودشون رو میخوان برسونن و قطب‌بندی‌های سیاسی و افراط‌گرایی‌هایی که در این کشور داره انجام میشه در تشدید به اصطلاح نژاد پرستی و ستیز و علکی آبروگلالود کردن و نفرت پراکنی هایی که در این کشور دارن میکنن گروه هایی، نشون میده که این زنگ خطر جدی است، به ویژه در مصادره اخیر ضد قانونی که بریزن توی کشور به خونه ریاست جمهور سابق یک کشور و به اصطلاح باکس باکس یا جعبه جعبه، یعنی مدارک، فکر کنید شما در یک کسی از یک دولتی جعبه جعبه مقوایی مدرک بدوسته و اینا نه در سیستم های کامپیوتری باشه، نه رو هارد باشه، نه رو USB باشه، و اینا خب نشون میده که چقدر شکننده است این اسمش دموکراسی و چقدر میتونه دروغ باشه و چقدر میتونه آزادی ها رو در جهان محدود کنه و در واقع شرایط رو برای رساندن صدای افراد به گوش جهان ببنده و سخت کنه. به طور کلی به نظر میرسه آزادی خواهان جهان بایستی با یکدیگر متحد بشن. مهم نیست شما آلمانی هستید، فرانسوی هستید، انگلیسی هستید، آمریکایی هستید یا ایرانی هستید. مردمی که دنبال آزادی بیان واقعی هستند، نه هدفدار، نه جهتمند، نه محدود، نه به اصطلاح کانالیزه و در واقع هدایت شده، بایستی برای رسیدن به حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی و فردیشون تلاش کنن و در واقع این ممکنه حتی تلفات زیاد یا هزینه زیاد هم داشته باشه، ولی ناامید کننده نیست این وضع. به نظر میرسه که علارغم تلفات زیادی که در سراسر جهان مردم دادن برای مبارزه برای حقوق خودشون و آزادی،
آزادی خواهان این انعطاف رو داشتن که انتخابات موفقیت آمیز بتونن در برخی از کشورها برگزار بکنن و دادگاه های مستقل بررسی هایی رو در مورد نفوذ اجرایی انتخابات و فعالیت های آزادی خواهانه مردم داشته باشن. حتی روزنامه نگاران در سرکوب گرترین محیط ها در برخی از کشورها دیدیم که تخلفات دولت ها رو تونستن بررسی بکنن و فعالان گوناگون در فراخوانی در واقع اقدامات غیر آزادی خواهانه به مردم اطلاع رسانی کردند و به عنوان مثال بعد از انتخابات مخدوش در مالاوی در اواسط سال 2019 قضات در برابر تلاش های رشوه‌خواری و فشار دولت فعلی ایستاد کردند و خواستار برگزاری انتخابات جدید شدند و بعد دیدیم که در واقع بعد از لازاروس چاکرووا نامزد اپوزیسیون ریاست جمهوری رأی‌گیری مجدد در سال 2020 با اختلاف خیلی راحتی به دست اومد و این حادثه نشون داد که میتونن نهادهای آزادی خواه مثلا در مالاوی بتونن به آزادی برسن و اون چیزی که رأی خودشون هست رو نشون بدن و انتخابات درستی انجام بدن. خب این نمونه مثبتی است از استقلال قضایی برای سایر کشورهای آفریقایی. یا در تایوان مثلا یکی از دموکراسی هایی که با بالاترین عمل کرد در آسیا هست، دولت عملا در واقع ویروس کرونا رو یک بهانه ای کرد برای روش های توهین‌آمیز سرکوب و در واقع یک جوری در واقع تلاش کرد شورش مردم یا خیزش مردم رو سرکوب بکنه، در حالی که مردم تونستن از همین موضوعی که ویروس کرونا رو اسباب سرکوب ما کردین استفاده کنن و در واقع الگویی نشون دادن به جهان که در خیلی از کشورهای جهان بعد از اون شروع کردن به تظاهرات مانند استرالیا، آلمان، انگلستان، ایتالیا و خیلی جاهای دیگه که شما اومدین از ویروس کرونا وسیله برای سرکوب و از بین بردن تجارت‌های کوچیک و بستن مغازه‌ها و ورشکست کردن عده از مردم برای اینکه کورپوریشن‌های بزرگ باز بتونن بیشتر گنده بشن و گسترش پیدا کنن کردید و یه سری از این تظاهرات مؤثر هم بود و تونستن خیلی از این محدودیت‌های کرونا رو بردارن و رأی خودشون رو مردم به حرفشون رو به در واقع کرسی بشونن. بنابراین به نظر میرسه که هرچند که آزادی خواهی امروزه در محاصره است، اما شکست نخورده و هرچند که دشمنان آزادی خواهی خیلی قدرتمند هستن، یک لشکر هستن و به جهان رو دارن به محیط دشمنانه‌ای برای آزادی تبدیل میکنن تا بتونن خود گردانتر یا مستبدتر عمل بکنن، اما مردم عادی جذابیت پایدار آزادی بیان خودشون رو فهمیدن و اینکه جاهایی ما دیدیم که در مثلا هنگ کنگ یا در میانمار و اینها نمونه‌های خوبی است برای آینده آزادی در جهان و آزادی خواهان، ملی گرایان و رهبران میهن پرست در واقع باید بیان حمایت بکنن از این بخشایی که در قانون اساسی کشورهای مختلف هست، دست کم در کشورهای دموکراتیک که در قانون اساسیشون آزادی بیان، آزادی انتخاب، آزادی نمیدونم باور مذهبی یا آزادی شیوه زندگی و همه اینها رو گذاشتن، باید بیان از قانون اساسیشون استفاده کنن و خواهان اجرای همین قانون اساسی باشن در کشورهایی که هنوز نامشون دموکراتیکه و هنوز یعنی مردم میتونن یک صدایی برسونن به گوش جهانیان و رسانه‌های ملی به ویژه رسانه‌هایی که دولتی هستن و باید مال مردم باشن، نه رسانه‌های شخصی که ممکنه خریداری بشن برای اهداف خاصی گروهی،
باید وظیفه مهم حفاظت از صدای آزاد مردم رو و آزادی بیان رو در واقع انجام بدن و جلوی این موضوع به اصطلاح پالیتیکلی کارکت بودن رو در واقع بتونن بگیرن. حالا بانو افسانه، اگر که پرسشی یا صحبتی دارین خواهش میکنم بفرمایین. خواهش میکنم. من با آپتیمیست، فقط خبری که امروز من خوندم این بود که سلمان رشدی رو توی کنفرانس با چاقوبش حمله کردن. مثلا میگم واقعا همونطور که خودتون گفتین دین لطیف و مهربان و رؤوف و اسلام هنوز بعد از چندین سال فتوای خمینی بالاخره یه جایی توسط یه مسلمان به اجرا در اومد و این بیچاره رو بهش حمله کردن. و جالبه که بهتون بگم هیچ این روز رو بعید ندونید که در همین دولت بایدن، با اشاره دولت بایدن، ضارب رو بی سر و صدا هم رها بکنن. یعنی میخوام بهتون بگم این چیزی که به اسم آزادی بیان در این کشورها وجود داره، دارن یک بخشی از همین کشور، از همین دولت مردان که خریداری میشن به نوعی از سوی دست‌های پشت پرده و نشونده میشن در جاهایی که باید، میبینید که افرادی رو برای خودشون در این کشور دارن برای اینکه آزادی بیان مردم رو خفه بکنن. به عنوان مثال، چرا در کشوری که اسمش هست دموکراتیک باید اجازه بدید که فردی که از همه نظر جونش در معرض خطر بوده و سالها با بادیگارد و نگهبان در خانه امن داشته زندگی میکرده رو در کشوری مثل آمریکا چاقو بزنن؟ اگر این فرد رو در کشوری مثلا مثل اندونزی و مالزی مسلمان چاقو میزدن، هیچ جای تعجبی نداشت. ولی چگونه است که در کشوری که شما داعیه آزادی بیان دارید، نمیایید از کسی که آزادی بیانش جانش رو در خطر انداخته توسط عده‌ای که جلوی آزادی بیان این فرد و امثال هم و مخالفین خودشونو میخوان بگیرن، چرا شما میگذارید که چنین فردی در یک همچین کشوری مورد حمله قرار بگیره؟ و حال خواهیم دید در چند وقت آینده که این زاره بی سر و صدا رها بشه و هیچ مجازاتی هم در واقعیت نبینه، حتی اگر که به اصطلاح یک دادگاهی رأی بده مثلا زاره به این آدم رو بندازن به زندان. ولی بارها و بارها ما در همین کشورهای به اصطلاح دموکراتیک دیدیم که همون رأی اولو که میدن مردم خیالشون راحت میشیم، فکر میکنن که خب حالا دیگه اینو انداختن زندان، غافل از این که یک وکیلی فردا میره یه اپیلی میخواد یا یک فرجامی میخواد یا یک اعتراضی میذاره بر این رأی و این رأی میره و در دادگاه بعدی برداشته میشه و این فرد بعد از 3 ماه 4 ماه در زندان میبینید بی سر صدا آزاد میشه و مردم هم فکر میکنن این فرد در زندان مانده و داره مجازاتش رو میکشه، در حالی که بارها آرتمیس گویا تو کل دنیا داره آزادی ها داره به همون سمت یواشکی میره. یعنی دارن مسیری هدایتش میکنن که هر کسی دلش خوش باشه به همون یواشکی که الان برای ما دارن تبلیغ میکنن. آفرین. و بعد متوجه میشیم کسانی که صحبت از آزادی یواشکی میکنن این حرفا رو کی داره تو دهنشون میذاره و سخنگوی چه جریاناتی هستند اینها. میدونید آزادی اگر وجود داره باید آشکار باشه و آزادی مفهومش یعنی این، یعنی که شما اون کاری که میخواید بکنید رو بکنید تا جایی که به دیگران صدمه نزنید یا آزادی دیگران رو زیر پا نذارید. وقتی شما آزادیتون یواشکیه، عملا آزادی که وجود نداره رو دارن برای شما تبلیغ میکنن و سرتون رو یک جوری میکوبن به تاق با یک مش شعار فریبنده. دقیقا همون نمونه شعارهایی است که اسمش هست جامعه دموکراتیک و رأی اکثریت و آرای مردم و صدای آزاد و انتشار عقاید به نحو آزاد، در حالی که بهتون گفتم حتی واژگانی که شما به کار میبرید امروزه اگر در جای یک ذره این بر و اون بر بشه شما رو از محل کارتون میکنن بیرون.
به همین راحتی، یعنی عملا دارن برای مردم جهان دیکته میکنن شما با چه ادبیاتی حق دارید صحبت کنید، چه واژگانی رو حق دارید به کار ببرید و چه واژگانی رو حق ندارید به کار ببرید. خب این فرقش با دیکتاتوری چیست؟ فقط نامش باید دیکتاتوری باشه. زمانی که دوران کمونیست بود در جهان، کمونیست هنوز فرو نپاشیده بود به اصطلاح، خب چگونه بود مثلا در روسیه یا در چین چگونه بود زندگی؟ یک صداهای خاصی شنیده میشد، یک حزب خاصی حزب حاکم بود، یک کتابهای خاصی میتونستن مردم بخونن، یک کتابهایی اصلا انتشار پیدا نمیکرد، کانالهای رادیو تلویزیونها در خدمت بخش خاصی از صدای خاصی از حکومت فقط بود. خب امروزم دارن در کشور آزاد عملا شما رو به همون سو هدایت میکنن و به ویژه این بازی با کلمات، به ویژه این بازی با کلمات سیاست نوین کشورهای به ظاهر دموکراتیک، دولتهایی که میخوان اون ملت رو کنترل کنن و از آزادی بیان به سه آزادی بیانشون رو بگیرن، دقیقا دارن همین واژگان رو استفاده میکنن. شما تا یک کلمه حقایق علمی میگین میگن نژاد پرست، سریع بهتون لیبل میزنن، سریع بهتون برچسب میزنن. تا یک کلمه حرف میزنی، آها شما میخواین حقوق دیگران رو زیر پا بذارید، آها شما دارین میگین که تنفر بر پراکنی میکنی، تنفر پراکنی. ولی جالب اینه والا آرتمیس که همون دیگرانی که اینا خیلی ادعاش میشه از قانونی که حقوقشون نقض میشه یا دارین مثلا ریسیس بازی در میارید، همون دیگران هم افرادی و گروه ها و اقلیتی های هستن که آینده جهان رو دارن به تباهی و نابودی میکشونن. یعنی شما نمیبینین عملا اینها در زیر سایه اسم دموکراسی از کسانی هم طرفداری کنن که یک باری داشته باشن برای این دنیای سازندگی داشته باشن. مثلا درسته. همین بچهای LGBT فمینیست ها، تمام کسایی که دارن سعی میکنن دنیا خود بلک لایفز ماتر، خود بلک لایفز ماتر تمام دونیشنی که گرفت، تمام این کمک های مالی که مردم بهش کردن، قشنگ میرفتی تو سایت، میرفت برای انتخابات دموکرات ها، یعنی میرفت برای صندوق های انتخاباتی دموکرات. ولی مردم فکر میکردن به عنوان مثال اون عده ای که حالا مثلا فکر میکردن دارن درباره حقوق سیاهان کاری انجام میدن، میمدن پول به گروهی میدادن که برای تبلیغات دموکرات ها خرج میشد. یعنی عملا همون مردم رو هم، حتی همون باورمندان به این به اصطلاح حالا موومنت یا هر چی که اسمش رو خودشون گذاشته بودن که درست کردن، همونا رو هم داشتن خود اینا بازی میدادن. یعنی پولی هم که اونا میدادن خرج کار دیگه‌ای برای خودشون میشد. و جالبتر اینه، موقعی که سران این حرکت بلک لایوز ماتر که شما امروز هم دیگه نمیبینین، هیچی صدا هم ازشون دیگه نمیشنوین، اون چند نفری که به اصطلاح سران این موومنت یا جنبش یا این حرکت بودن رو گرفتن به جرم اختلاس های کلان و پول های بسیار رو برای خودشون خونه خریده بودن. از همین پول هایی که دونیشن هایی که مردم کردن، خونه های 7-8 میلیون دلاری برای خودشون خریده بودن و اینم رو شد. و جالب تر از همش اینه که در حال حاضر در این کشوری که من زندگی می کنم 87,000 نفر رو استخدام کردن اداره مالیات برای اینکه پوست مردم رو از امسال شروع کنن در این کشور بکنن و ریز و جزء مالیات های مردم رو در بیارن و هر کس رو چند برابر و چند برابر برای کوچکترین تخلف مالیاتی جریمه بکنن و در واقع باز دوباره پولی رو دقیقا سیستم هایی که جمهوری اسلامی انجام میده، دقت کردین، شروع کنن از جیب مردم پول در میارن، از جیب مردم پول در میارن، دقیقا دزدی دولت از جیب مردم، دقیقا همون سیستم. حالا منتها جمهوری اسلامی به شکل دیگری انجام میده، دولت اینجا به اسم مالیات انجام میده، در یک کشور دیگه به اسم دیگه انجام میده و نشون میده اینها که این بازی ها داره جهان رو به کجا میبره و چقدر ما باید از پیش هوشیارتر باشیم. من میدونید بانو آرتمیس، مشکل مردم دنیا اینه که اون مردم عادی اصلا کلن، من فکر میکنم کل سیاست مداره جهان نمیخوان که مردم آگاهی داشته باشن، چون اگر مردم آگاه باشن نمیتونن با واژه دموکراسی سرشون رو گول بمالن و تو زمانهایی که نیاز دارن ازشون سوء استفاده کنن، نه فقط استفاده. ببینید
الان تو همین کشوری هم که من دارم زندگی میکنم طرفدار اون شخص اول مملکت مردم تحصیل کرده و آگاه نیستن، افرادی هستن که در شهرستانهای خیلی کوچیک و افرادی که در شهرهای مذهبی و کسانی که بیشتر گرایش مذهبی دارن تا مثلا گرایش ملی، افرادی هستن که فکر میکنن اگر مثلا شخص اول این مملکت دو تا گونه عین سیب زمینی هایی بود که آقای احمدی نژاد بود برای مردم ما پس ای زدن از یک کشور دیگه پخش کرد بین مردم، دقیقا دارن همون سیستم رو پیاده میکنن چون من توی کشوری که زندگی میکنم و ایران هم که همینه، مثلا همین کسایی که ادای اپوزیسیون در میارن میان تو شبکه های لندنی میشینن وقتی دم از دموکراسی همه چی باید دموکراسی اله بله، اما زمانی که مردم میان میرزن تو خیابون و حرف دلشون رو میزنن و انتخابشون رو میگن، میگن نه ما اصلا قبول نداریم، مردم آگاه نیستن و نمیدونن چی میخوان، یعنی زمانی که به نفعشونه از کلمه دموکراسی استفاده میکنن، زمانی که میبینن نه به نفعشون نیست دقیقاً به 180 درجه برخلاف اون چیزی که ادعا میکنن عمل میکنن. کاملا درست میگین و خیلی جالبه همین هایی که ادعا میکنن به عنوان مثال در آمریکا مدافع حقوق سیاهان هستن، داریم میبینیم که امروز سیاهایی که تحصیل کرده تر هستن و حواسشون جمع شده خودشون اولین مخالفین چنین حرکت های هستن، برای که میگن این حرکت ها به ما هیچیش نمیرسه، هیچ نفعی برای ما نداره، هیچ کس به طور واقعی برای حقوق ما فعالیت نمیکنه، فقط میخوان موقعی که نیاز دارن رأی ها رو از ما جمع بکنن، در حالی که ما سالهای سال همین وضعیت بدبخت و سیاه روزی که داریم رو داریم. اگر اینا به فکر ما بودن تلاش میکردن به جایی که این موومنت های این چنینی را بنزن که برن مغازه ها رو غارت بکنن و ماشین ها رو آتیش بزنن و پلیس ها رو بزنن و بکشن و این کارا رو بکنن، میامدن بچه های سیاه پوست رو به زور وادار میکردن در مدرسه ها درس بخونن و به اینها آگاهی میدادن برای که از همون سن کوچیکی نیفتن تو خلاف و دزدی و مواد فروشی و هزار اتفاق بعد دیگه که از 14 15 سالگی از چرخه تحصیل و زندگی دانشگاه رفتن و زندگی سازنده خارج بشن و از همون 14 15 سالگی کارشون به زندان و بازداشتگاه های به اصطلاح دور و تدیب های نوجوانان و اینها برسه که بعدم هیچ وقت دیگه به زندگی عادی نمیتونن اینها برگردن. یعنی خودشون اینو فهمیدن که نه این حرفایی که میزنن، اولا اکثر کسانی که این حرفا رو میزنن سفیدن و هیچ کدومشون هم دلشون واسه ما نسوخته و فقط رأی میخوان و فقط دونیشن میخوان به نام ما جمع بکنن برای کارهای خودشون، انتخابات خودشون، برنامه خودشون، ولی ما همون سیاه روزی صدها سالمون رو داریم و محله هامون ناامن‌ترین محله هاست، خلافکارا بیشمار درش زندگی میکنن، زندگی هامون سیاه روزانه است و همه ما رو آویزون کردن به دولت برای کوپن غذا، دستمون مثل گداها جلوی دولت دراز. خودشون اینو تو کانال های که سیاهانی که آگاه ترن و تصدیق کرده اصلا خودشون به این نتیجه رسیدن که ما هیچ وضعمون با این کارها بهتر که نمیشه، نمیشه، تازه موجب نفرت بیشتر ملت از ما میشه، برای که همه فکر میکنن که ما یه مش آدم بی مصرف آویزونیم به دولت و دستمون درازه و هی تکس رو از اونا میگیرن بدن به ما و بیشتر این شکاف بین به اصطلاح نژادهای گوناگون رو در این کشور دارن زیاد میکنن و دامن میزنن به تکه پاره کردن وحدت ملی مردم این کشور. بنابراین اینا خیلی مهمه که مردم با شیوه های جدیدی که در کشورهای دموکراتیک در واقع بازی هایی که داره انجام میشه و چگونه دارن گام به گام آزادی های فردی مردم رو ازشون میگیرن، آزادی بیان و انتشار عقایدشون رو چگونه بدون اینکه هیچ صدایی کسی در بیاد از پشت پرده یکی یکی آزادی های مردم ازشون میگیرن و یک جلبه ظاهر و صلاحی جلوی چشم مردم میذارن و ادای حقوق بشر و آزادی و دموکراسی رو هم برای همه در میارن. درسته بانو آرتمیس، خیلی استفاده کردیم از صحبتون مثل هر هفته، واقعا عالی بود، موضوعاتی هم که انتخاب میکنی عالیه، امیدوارم که مردم ما یاد بگیرن که آزادی، حالا مردم آمریکا و کشورهایی که خودشون مرد دموکراسی ما داریم وضعیتشون رو میبینیم، حالا ما برمیگردیم به کشور خودمون طبق روال هر هفته، امیدوارم مردم ما یاد بگیرن و به این آگاهی برسن که هیچ آزادی یواشکی نمیشه و آزادی رو باید تو خیابون واقعا فریاد زد
اگر دنبال آزادی بیان هستی، دنبال آزادی عقیده هستی، دنبال هر نوع آزادی که هستی، باید بیای و عملا و علنا در خیابون مقابل حکومتی که ازت سلب کرده این حق و حقوق آزادی رو فریاد بزنی و بگیری و فریب این یواشکی بازی ها رو نخوریم. چون ما الان بازم میگم ما کار داریم به کشور خودمون فعلا، البته که کشور شما هم کشوریه که الان دارین تو زندگی میکنین، کشور دومتون، و باید برای یعنی چون دارین اونجا زندگی میکنین خب تلاش کنین. منتها مردم ما اینا رو باید ببینن که کشوری که میگن مهد دموکراسی بوده الان ببین به چه روزی افتاده، دیگه چه برسه به یه کشوری که 44 سال دست آخوندایی که اصلا نه تنها دموکراسی حالیشون نمیشه، بلکه اینکه دارن روز به روز مردم رو از حد اقل هایی که حق حقوقشونه باز میدارن. امیدوارم مردم ها بازم فریب نخورن، چون داریم میبینیم تو بوق و کرنا کردن که یواشکی این کارو بکنیم، دوباشکی اون کارو بکنیم. عزیز من نمیشه با این مسائل آزادی رو به دست آورد. با امید آگاهی بانو آرتمیس اگر صحبت پایانی داری. سپاسگزارم ازتون، سپاسگزار میشم این برنامه ها رو به آگاهی و بینندگی سایرین هم برسونیم. سپاس. بله دوستان، باور کنید آسون نیست. هر هفته یه مطلب تهیه کردم رو آرتمیس و وجودی که مشغله دارن، منم همینطور، البته ایشون زحمت میکشه مطالب رو فراهم میکنه. لطفا با دوستانتون به اشتراک بگذارید تا افراد بیشتری بتونن ببینن و استفاده کنن. سپاس از اینکه بازم حضور پیدا کردین دکتر آرتمیس عزیز. جاوید شاه، پاینده ایران، بدرود. سپاس از شما، بدرود.